عرض ادب، هیچ صیادی از فاضل آب ماهی زنده صید نخواهد. همین الان ارجمندم برنامه دیگری از سری برنامه های نگاه در تلویزیون ایران فردا، آقای سپهر خسروی عزیز برنامه را هدایت میکنه، ازشون صمیمانه سپاسگزارم. اگه به خاطرتون باشه ما چندین منزل با دکتر اسلام نوذری درباره مصر باستان سخن گفتیم و پیشرفت‌های حیرت انگیز نیاکان مصریان امروز در میهن و سرزمین خودشون، که متأسفانه قرن‌های قرنه که بشر این تمدن حیرت انگیز رو انکار میکنه. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. امیدوارم حال شما خوب باشه. خوب هستم. فکر کردم قبل از اینکه وارد مبحث علمی بشیم یکم باز در مصر بمونیم. یکی از شخصیت هایی که به مصر شناسی خدمات ارزندهی کرده ناپلون بناپارته. دقیقا، اصلا ناپلون با اسوبانی مصر باستان شناسی هست. ناپلون در سال 1798 به مصر لشکرکشی میکنه، یعنی در یک روز بیش از 300 ناو جنگی در بندر اسکندریه پهلو میگیرن و ناپلئون مملوک ها رو شکست میده که در اون زمان برای دولت عثمانی حاکم بر مصر میجنگد و با مصر مستقیما آشنا میشه و مبهوت مصر میشه، تا اونجایی که حتی از دوستانش خواهش میکنه اون رو تنها بگذارن. وقتی که نگاه میکنه به اهرام مصر، وقتی که نگاه میکنه به این ساختمانهای آسمان خراشهای مصر، واقعا این کارهای هنری حیرت میکنه، مبهوت میشه و به دوستان خودش میگه بعدن که عجب بار سنگینی روی دوشهای من هست. ناپلئون یک خصوصیت منحصر به فرد داره. وقتی که وارد مصر میشه با سپاهیان خودش نزدیک به 200 دانشمند رو هم با خودش میبره، زمینشناس، دانشمند فیزیک، دانشمند شیمی، جغرافیاشناس، حتی متخصص معدن، متخصص آب و آبیاری، متخصصین کشاورزی و به اونها یک نوع نظم و ترتیب نظامی میده، چون به شدت معتقد به دیسیپلین هست، به نظم هست و این رو در مورد این دانشمندها هم اجرا میکنه. و بعد یک اتفاق بزرگ میفته. سال بعد یکی از نظامیان ناپلئون در یک شهری در مصر به اسم قزت که خود مصری ها به اون میگن رشید، یک سنگی رو پیدا میکنه و اسم این سنگ هست سنگ روزت، یا در امریکا بهش میگن روزت استون. روی این سنگ هم زبان مصر کهن نوشته شده هم زبان یونانی و بنابراین یک فرصت به دانشمندها میده تا بالاخره بتونن زبان مصر باستان رو کشف بکنن و در این فاصله یک هیاهو ایجاد میشه بین انگلستان و فرانسه. چرا؟ چون همه مشتاقن که بدونن واقعا در مصر چی میگذره. مصر تا اون لحظه مخفی هست، پنهان هست، اما به ناگاه این شایعه سریع منتقل میشه که منتشر میشه که این سنگ پیدا شده و دانشمندها شروع میکنن و یک رقابتی هست بین دو نفر، توماس یانگ در انگلستان و ژان فرانسوا شامپولیون در فرانسه که یک جوانی هست اهل گرنوبل هست، علاقمند هست به زبانهای کهن، ارادتی هم به زبان کهن در ایران باستان داره و حتی با اون آشنایی داره به زبان هندو و سعی میکنه تا این زبان مصر کهن رو کشف بکنه و زودتر از هر کسی دیگه این کار رو میکنه و به ناگاه دنیا برای نخستین بار این توانایی رو پیدا میکنه تا مصر باستان رو بخونه، چون در مصر تقریبا همه چیز دست نخورده است. هوای خشک مصر و شنهای مصر مصر باستان رو، مصر کهنسال رو تازه نگه داشتن و مصری ها حوادث رو با دقت ثبت میکرد.
بنابراین امکان پیدا میشه تا ما بتونیم مصر باستان رو بخونیم و بیش از پیش همه رو مفقود میکنه این حادثه که اتفاق میفته. یک مقدار اهل مذهب نگران میشن، چون تا اون لحظه در اروپا و حتی در مصر دیدی که ما از مصر باستان داریم بر اساس کتاب‌های مقدس است. بنابراین همه منتظرن تا ببینن آیا این وقایعی که در این کتاب‌ها نوشته شده آیا واقعا واقعیت داشته، این چهره‌هایی که در کتاب‌های آسمانی از اونها یاد میشه آیا وجود خارجی داشتن، و این باعث میشه که واقعا یک هلهله‌ای برپا بشه. رسما ناپلئون که ارادت عجیبی نسبت به مصر باستان پیدا کرده، این بودجه رو در اختیار دانشمندها میگذاره تا شناسایی مصر باستان رو به طور جدی و به طور رسمی آغاز بکنن، شروع بکنن. و در این فاصله زمانی که برمیگرده به فرانسه به عنوان فاتح مصر، گرچه جنگ رو عملا میبازه به انگلیسی ها، انگلیسی ها ناوهای جنگی فرانسه رو از بین میبرند، اما ناپلئون به عنوان یک فاتح در هر صورت به فرانسه برمیگرده و انگلیسی ها این فرصت رو پیدا میکنن تا بسیاری از این آثار رو منتقل بکنن به انگلستان، از جمله همین سنگ رو. بنابراین این سنگ عجیب که در سرنوشت واقعا بشریت یک نقش بسزا بازی کرده امروز در موزه بریتانیا نگهداری میشه. بنابراین کاری که راولینسون در ایران میکنه با خواندن خط میخی، همین اتفاق در مصر میفته. خط در واقع جهان با زبان مصر باستان آشنا میشه از طریق آقای یانگ، و این به نظرم اتفاق خیلی مهمه در تاریخ بشریت. ولی تو چه نظری؟ هنوز هم دنیا با شک و تردید داره به مصر و شکوهش نگاه میکنه. همه تصور میکنن که این مجموعه آثاری که پدید آمده باز به وسیله برده ها بوده یا وسیله کسانی که به زور چنین نمادهای حیرت انگیزی رو پدید آوردن، که قطعا فقط میتونه کار هنرمندان بزرگ باشه که یک عمر روی این آثار و نمادها کار کردن و این تندیس ها، این بناهای با شکو و حیرت انگیزی، معماری عجیب و هنوز هم ستودنی. واقعا ما مصری ها از نیاکان خودشون خیلی سپاسگزار، کمون که ما باید باشیم. فکر کنید اونها صد نسل پیش آثاری پدید آوردن که امروز دارن مصری ها ازش برخوردار میشن. صنعت جهانگردی اونها متکیبه به همین آثار بازمانده از نیاکان اونها در صد نسل پیش و بیشتره. بله بفرمایید. ببینید، به خاطر این هست که بسیاری از آموزش های مردم در سرتاسر دنیا در دوران خردسالی اونها هست در مورد مصر باستان. درست. و از طریق کتاب های مذهبی. به خاطر همین هم هست که یک مقدار با این مسئله مشکل دارن تا واقع بین باشن، واقعیت ها رو بتونن ببینن. زمانی که ما موفق میشیم که مصر باستان رو ببینیم، کشف بکنیم و بتونیم بخونیم و یک مقدار بسیار زیادی از اون رو مدیون جوانی بلزونی هستیم که چندین سال بعد از ورود ناپلئون به مصر میره و مصر باستان رو از زیر شن واقعا بیرون میاره، از جمله ابو سیمبال رو، متوجه میشن که حتی در مصر باستان ما فراعنه زن داریم. یکی از اونها هتشپسوت هست، دختر توتموزس، 3500 سال پیش، و یکی از برجسته ترین فراعنه مصر هست، یعنی میتونه حتی با رمسس رقابت بکنه، کشتیرانی رو سر و سامان میده، گروه های کاوشگر رو میفرسته به خارج از مصر با کشتی های مجهز، با دانشمندان زمان، یعنی همون کاری که ناپلئون میکنه اما در 3500 سال پیش حدودا. آموزش و پرورش رو در اختیار جوانان مصر قرار میده، مرخصی در اختیار اونا هست و هنوز هم خوشبختانه ساختمان بسیار زیبایی
که در زمان اون ساخته شده کاملا پابرجاست، دست نخورده است و بسیار زیباست. حتی بزرگترین اوبلیسک های مصر رو این زن بزرگ میسازه. و بعد ما با شخصیت های دیگه برخورد میکنیم و متوجه میشیم که مصر باستان با مقیاس امروز، با معیار امروز میتونه با هر کشور پیشرفته‌ای رقابت بکنه و برنده بشه. از جمله آزادی و حقوق زنان، احترام به حقوق حیوانات که مربوط نمیشه فقط به حیوانات خوشقیافه، حیواناتی که آدم ها اونها رو دوست دارن، حیوانات یک مقام خاص در مصر باستان دارن. و همینطور ما مراکز آموزشی زیادی رو در مصر باستان داریم. مصر برای 3000 سال بدون رقابت مرکز تشریح جهان هست، علم تشریح جهان هست. بینندگان شما بایستی بدونن که یونان یا ایتالیای کهنسال باستان یکو بر اثر معجزه به دنیا نیومدن. اینها همه از صدقه سر مصر باستان هست. زمانی که اروپا آشنا میشه با مصر باستان، با مصر دست نخورده، بسیاری از یافته های مصر باستان رو به اروپا منتقل میکنن. این اتفاق در زمان اسکندر میفته، این اتفاق در زمان رومی ها میفته و این اتفاق در زمان هجوم فرانسوی ها میفته. یعنی مرتب در طول این سالها مردم اروپا این فرصت رو پیدا میکنن تا از یافته های مصر باستان بهره ببرن. یادمون باشه نخستین آسمان خراش های دنیا رو، یعنی به مقیاس امروز آسمان خراش، مصری ها ساختن. درست. اولین اونها توسط ایمهوتپ بزرگ 4700 سال پیش که اسم اون ساختمان هست هرم جوزه، و بعدا ما هرم خوفو رو داریم 4000 سال پیش، 2,300,000 قطعه سنگ، و ما اثری از حضور برده ها نمی بینیم. درست برعکس، شما مدارسی رو میبینید که اختصاص داده شدن به هنرمندها. و یادمون هم باشه که شما این آثار زیبا رو نمیخواهید که توسط برده ها ساخته بشه، چون نه توانایی اون رو دارن و نه اینکه میتونن واقعا به یک سر و سامون اونها رو برسونن. شما نیازمند هنرمندان طراز اول هستید. کاملا. ما نمونه اون رو در نوت‌خدام پاریس میبینیم. نوت‌خدام پاریس، اون هم یک آسمان خراش هست، اون توسط کی ساخته شده؟ توسط هنرمندها. ما نمونه دیگه رو در موزه لوور میبینیم که 800 سال قدمت داره. هر تکه از این ساختمان زیبا توسط هنرمندها فقط میتونه ساخته بشه. اگر بینندگان شما به این ساختمانها نگاه کنن یا به ساختمانهایی که در مصر باستان هست نگاه کنن، میبینن که فقط شما میتونید این سنگها رو بتراشید و اگر خطا کنید از بین رفته، چیزی رو اضافه نمی کنید. از گل اینها ساخته نشدن. و خوشبختانه ما امروز شواهد زیادی داریم داله بر این که این کارگرها با علاقه کار میکردن، حقوق میگرفتن و شاید هم جالب باشه در دوره های حتی 2 ماه مرخصی داشتن. مای سالیور جالب، خیلی جالب. دوچه روزاری شانسی که مصری ها آوردن واقعا ظهور السیسی بود. یعنی قطعیست که اگر اخوان المسلمین مونده بود، چون یکی از طرح‌ها برنامه، یکی از پروژه‌هاش تخریب آثار مصر باستان بود. یعنی در برنامه اخوان المسلمین همواره بود و بعد از اینکه مرسی به قدرت رسید زمزمه های بالا گرفت، زمزمه آغاز تخریب آثار مصر باستان. و به نظرم السیسی واقعا در این مورد هم خیلی نقش مهمی ایفا کرد. خیلی من در مصر زندگی کردم، میرم هنوز هم مردم مصر برخی حکایات مذهبی رو باور داشتن در مورد تاریخ این سرزمین. و خب بسیار مثلا فکر کنید این واژه سازی هایی که شده از خود فرعون، فرعون تفرعون فرعونیت، نشانه جباریت و استبداد بوده در یه دوره از تاریخ مصری ها که خود مصری ها باورش کرده بودن. ولی اواخر مثل این که به تدریج این سنت کنار گذاشته شده بود، سنت نگاه کردن بد به تاریخ خودشون. به قدری ما سند و مدرک داریم در مورد عظمت مصر باستان که فقط از سر جهل هست که ما این داستان ها رو
بخوایم باور بکنیم. اما اگر بخوایم واقع بینانه فکر بکنیم، میبینیم که درست برعکس. فراعنه مصر خدمتی به بشریت کردن کم نظیر. ساختمانهایی رو که در مصر باستان زدن برای ایجاد کار، دلیل نخست و مهم این ساختمانهای بزرگ ایجاد کار و خوشبختی هست. میدونید که شما هر چقدر که بیشتر پروژه های بزرگ، پروژه های علمی، پروژه های ساختمانی، پروژه های راه داشته باشید، کار ایجاد میکنه و در کنار اون کار شما نیازمند به آشپزخونه هستید، نیازمند به بیمارستان هستید، نیازمند به سرویس دادن هستید. به همین دلیل هست که ما گاه به گاه میبینیم که در مصر باستان، برای مثال در کنار کرنک و لاکسار، در یک روز یک جمعیت حدود 60 تا 80 هزار نفر کار میکردن و اینها تغذیه میشدن. همینطور صنعت کشتیرانی مصر، صنعت کشتیرانی مصر بالای 5000 سال قدمت داره و ما امروز کشتی هایی رو داریم دست نخورده که همین حالا میتونن تا امریکا حرکت کنن و سالم برگردن. همینطور در مورد پزشکی، در مورد جراحی، ما نخستین ابزار جراحی رو در مصر باستان میبینیم 4700 سال پیش در وزارتخانه حسیرا ما اون رو میبینیم. ما زنان وزیر داریم. نبت یکی از وزیرهای زن هست، وزیر بهداشت هست در بالای 4000 سال پیش. ما شاعرهای زن داریم در مصر باستان و شاید جالب باشه اگر زن طلاق میگرفته بچه پیش زن میمونده و ثروتش رو با خودش میبرده و شما واقعا فرعونی رو پیدا نمی کنید در مصر باستان که گفته باشه من خدا هستم. شما همینطور بسیاری از این حوادث طبیعی رو که در کتاب ها نوشته شده، برای مثال باز شدن دریا یا حمله عنکبوت ها به مصر یا کشته شدن پسرهای مصر توسط خدا، شما هیچ سند و مدرکی رو در این مورد نمی بینید و همین مسئله است که باعث میشه زمان ناپلئون یک هیاهوی بزرگ برپا بشه. حتی دانشگاه الازهر نگران هست، ملاها نگران هستند، یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. اما ناپلئون علاقه زیادی به علم و به هنر داره و این باز برمیگرده به اون آموزشی که در دوران کودکی خودش دیده. ناپلئون متولد آژاکسیو هست، یک جایی هست در کورس، یک جزیره هست در جنوب فرانسه و زمانی که ناپلئون به دنیا میاد حدود چند ماهی هست که این جزیره رو دولت ژن به فرانسه واگذار کرده و الا ناپلئون ایتالیایی میشد و به همین دلیل هم هست که ناپلئون فرانسوی میشه چون در این جزیره به دنیا اومده. پدرش یک مقدار وضعش بد نیست و ناپلئون رو میفرسته به فرانسه و در اونجا مجانی تحصیل میکنه چون لویی ترتیبی داده که بچه های این جور خانواده های کوخس بتونن بدون شهریه آموزش ببینن و باعث میشه که در یک دوره خیلی کوتاه ترقی بکنه. در 26 سالگی یک جنرال هست، فتح ایتالیا شهرت زیادی رو برای اون میاره. در 29 سالگی به مصر حمله میکنه و در 30 سالگی زمانی که از مصر برمیگرده کودتا میکنه و 3 سال بعد 1804 امپراتور فرانسه میشه و باز به خاطر همین نگرانی که از مذهب داره تاج رو خودش بر سر خودش میگذاره. معمولا پاپ دیگه، پاپ تاج رو میگذاره بر سر، تاج رو از پاپ میگیره و خودش بر سر خودش میگذاره. دقیقا داشت روزه هر روزه وقتی میرید به کورسیکا یا به کورس حضور ناپلئون رو احساس میکنید، همه جا هست. یعنی از اندل ورود از آژاکسیو یا دهات هر جا میرید ناپلئون هنوز در کورسیکا، در کورس، جزیره کورس حضور داره و مردم هنوز صمیمانه از ته دل رو دوست دارن و اون رو رهبر خودشون میدن، رهبر موجود و عیازر. میشه از ناپلئون متنفر بود، میشه از ناپلئون خوشمون بیاد، اما یک چیز قابل انکار نیست، هنوز هم ناپلئون زنده است. بله درست. هنوز هم شما مرتب اسم اون رو میشنوید. قانونگذاری مدرن مدیون ناپلئون هست، سیستم آموزشی فرانسه مدیون ناپلئون هست،
زبان رسمی فرانسه مدیون ناپلئون هست و اینکه ناپلئون بسیاری از این آثار عتیقه رو وارد فرانسه میکنه، خدمتی که به موزه لوور میکنه و یک جورایی هم به مردم همون کشورها، چه بسا بسیاری از این آثار اگر در کشورهای مادر بودن امروز از بین رفته بود. برگردم به اون مسئله که شما مطرح فرمودید در مورد سیسی، بدون تردید سر به زنگاه رسید و واقعا آدم رو یاد همین فرعون‌های مصر میندازه. یعنی چیزی نمونده بود که به موزه مصر حمله بشه، چیزی نمونده بود که به اهرام مصر حمله بشه و اینها رو از بین ببرن. اما همونطور که گفتم، خوشبختانه مصر باستان زنده هست، از بین نرفته، خراب نشده و اون چیزی که ما امروز میبینیم فقط 25% از مصر هست. هنوز 75% از مصر باستان زیر شنها محفوظ هست که هر روز بیش از پیش کشف میشه. میگن تقریبا سالی بین 50 تا 60 هزار قطعه آثار نفیس از مصر باستان از زیر خاک بیرون میاد. سالی 50-60 هزار کشف جدید. بکنید اقیانوسی از مدنیت زیر خاک، زیر شنهای صحراست و خودش نشون دهنده عظمت یک مدنیت حیرت انگیز در ادوار دوردست تاریخ. دوستان روزری گفتی مصر و ناپلئون و فرانسه و اینها، یکی از شخصیت های نازنینه که فرانسوی هم خیلی بهش علاقه مندن، دلیل خانم دیگه، دالیدا. دقیقا دالیدا یک خواننده برجسته فرانسوی هست اما در قاهره به دنیا آمده. در 20 سالگی ملکه زیبایی مصر میشه، بنابراین یه جرأتی پیدا میکنه که دل رو به دریا بزنه و بره به فرانسه، بخت خودش رو در اونجا آزمایش بده. پدر مادرش ایتالیایی بودن نیست؟ ایتالیایی اصل هستن، بنابراین پدر و بزرگ و مادر بزرگ، اما پدر و مادر و خودش همه در قاهره هستن و به زبان ایتالیایی صحبت میکنن و پدرش یک ویولونیست هست، در اپرای قاهره نوازنده هست، اما متاسفانه به جرم فاشیست بودن چون ایتالیایی هست بازداشت میشه و معلوم نیست چه اتفاقی بر سر اون میفته که زمانی که دالیدا 12 سال داره پدر اون فوت میکنه و ضربه شدیدی به دالیدا وارد میکنه. دالیدا هم اسمش بوده دالیلا. زمانی که وارد فرانسه میشه بهش پیشنهاد میکنن که اون لام رو برداره به جاش دال بگذاره، دالیلا میشه دالیدا. میشه دالیدا. جالب. بعد میاد به فرانسه و اونجا تبازمایی میکنه و واقعا هم کارش میگیره، تبدیل میشه به یک چهره خیلی دوست داشتنی، مشهور معروف و فرانسوی ها شیفتش میشه. بله و اون شما اون روح مصر رو در ترانه هاش میبینید و امروز در مونمارت پاریس یک میدان به نام اون هست و یک مجسمه نیمتنه از او هست به یاد دالیدا که سال 1987 فکر میکنم فوت کرد، خودکشی میکنه. بله. در پلاشز نزدیک صادق هدایت هم به خاک سپرده شده دالیدا هم. یعنی نه جالبه. خب اسم دالیدا اومد، مصر هم اومد، جالبه دختر خانمی از مصر بیاد به این شهرت برسه. و ایو مونتان دوستش میداشت نه؟ داشت نظری؟ نه، ایو مونتان با سیمون سینیوره و یک مدتی هم با یکی دو سال با ادیت پیاف و بعد هم که با مری مونرو بود. ولی کاشف او ادیت پیاف بود نیست؟ کاشف ایو مونتان. بله کاشف دالیدا. نه کاشف دالیدا نه، کاشف ایو مونتان. بله کاشف ایو مونتان. میخواید گوش کنیم؟ جناب بگید بفرم. خیلی هم دیگه خدمت کردن و واقعا یکی از بزرگترین خدمتهایی که مصر به فرانسه کرده معرفی تاریخ خودش به فرانسه است و از طریق فرانسه و انگلستان به تمام دنیا. و من چقدر خوشحال هستم که شما امروز راجع به مصر باستان صحبت کردیم. واقعا ما همه مدیون مصر باستان هستیم، مملکتی که حدود 12,000 سال پیش برای نخستین بار انسانهایی در کنار رود نیل خودشون رو جا میدن، قرار میدن به خاطر چالش آب و هوا. و بعد حدود 5,500 سال پیش ما مصر متحد رو میبینیم، مصر بالا و پایین یکی میشه در زمان منس.
تشکر میکنم. اجازه بدید یکی از کارهای درخشان دالیدا رو با هم گوش بکنیم. عنوان حسن ختام برنامه سپاسگزار. آقای دکتر روزری ممنون از حضور شما در برنامه. تا برنامه آینده موافقید؟ با کمال میل ممنون هستم. تا برنامه آینده.